با درودی میکنم بار دیگر با شما هستیم بر برنامه دیگر از رادیو بند سیاسی اقتصادی اجتماعی. آنچه که مطرح هست امروز انتخابات سراسری اسرائیل بود که در 9 آوریل که زود رس به جایی که در اکتبر باشه ما اون رو در 9 آوریل داشتیم. پیامدهای اون رو در گفتگویی که با جناب دکتر بهمن جلدی از مرکز مطالعات پژوهشی ایران در کانادا داریم ما دنبال میکنیم. جناب جلدی به برنامه ما خوش آمدید. اجازه بدید من در ابتدا درود بفرستم به شما تمامی بینندگان و شنوندگان عزیزتون و دوستان عزیزی که در اسرائیل هم برنامه ها رو دنبال میکنن و هم اخبار مربوط به ایران رو. بسیار سپاسگزارم که دعوت کردید که امروز در کنار شما باشم. به هر حال جناب جلدی در وهله اول ما به حال آنچه که در ایران داره میگذره از نظر سیلی که بوده و پیامدهای اون رو در 32 استان که دنبال میکنیم هر ایرانی به پارسگوی در سراسر جهان که هست مسئول داره دنبال میکنه، جدا با یک دل گرفته این برنامه رو ما ادامه میدیم. نه فقط این بلکه مسائل دیگری که در حال حاضر مطرح هست به جز زلزله زدگان هنوز آستانه‌ای برای خودشون ندارند و ممکنه زیر سقف آسمان باشن و این هم بلای دیگر بود که نازل شد و اون هم به حال سیل و سلزدگی و پیامدهای اون که میتونه بیماری ها باشه و تا اینکه بتونن از این گلولای بیرون بیان و این از طرف دیگه از اسلام زدگی و راه خودشون رو بیابن در بین ملل دیگر، چگونه شما وضعیت رو و برآورد وضعیت رو در حال حاضر با پژوهش که درباره مسئله داشتید و رصد کردین میبینید؟ بفرمایید. حتما، بسیار سوال خوبی رو مطرح کردید. قبل از پاسخ دادن به سوال شما من همینجا میخوام از شخص خود شما جناب آقای علاخای رحیمی تشکر بکنم، سپاسگزاری بکنم. به دلیل 10 ساعت تفاوت زمانی شما همیشه به من خیلی محبت دارید و برنامه هاتون رو جوری تنظیم بکنید که با ساعت من این هماهنگ باشه و شخصا خیلی اظهار سپاسگزاری از شما رو دارم. دوست دارم که بینندگان عزیزتون هم بدونن شما چه زحمتی میکشید برای تهیه این برنامه ها. به همین سادگی این برنامه ها انجام نمیشه. در ارتباط با مسئله متاسفانه باران های بهاره در ایران که تبدیل به سیلاب شده و این سیلاب فقط در یک یا دو استان نیست، از استان گلستان در شمال کشور هست تا استان خوزستان در جنوب کشور، به علاوه تمام استانهایی که بین این دو استان شمال و جنوب هست، من آخرین آماری که دارم نزدیک به 28 اگر نه بیشتر استان از سیلاب‌های بهاره آسیب جدی دیدن و زیرساخت‌های شهری و جاده‌ای تخریب شده. متأسفانه عدم لیاقت و تخصص مسئولان دولتی باعث به وجود آمدن یک همچنین بحرانی و خسارتی هم جانی هم اجتماعی و هم انسانی اقتصادی برای مردم به وجود آورده. شما اگر به اخبار 3 ماه پیش مراجعه بکنید و نه فقط به همین 2 هفته پیش، شما میبینید 3 ماه پیش سازمان هواشناسی ایران اعلام میکنه که با سپاه پاسداران قراردادی بسته که یک هواپیمای سپاه مسئول هست که ابرهای بر روی بعضی از استانهای ایران رو بارور بکنه که اینها باران ایجاد بکنند. به علاوه این که باز در نزدیک 3 ماه پیش، این در اخبار خود جمهوری اسلامی هست اینهایی که من دارم عرض میکنم، نه اینکه ما از خودمون اخبار بدیم، اینا فیلم همه در یوتیوب هست و شاید من امکان پیدا بکنه تیکه های اینها رو براتون بفرستم که شما بتونید بعدا در همین ویدیوهای خودتون استفاده بکنید. همچنین اخبار دیگری بود از مسئول یا از یکی از مسئولان سد دز 3 ماه پیش که وقتی باهاش دارن صحبت میکنن، ایشون در اون زمان میگه که سطح آب پشت سد دز
همین الان 7 متر بالاتر از میزان هست که قراره باشه و این اسباب ایجاد خطر برای سد دس کرده و ما داریم روزانه در اون زمان میگه روزانه 1400 متر مربع در ثانیه آب تخلیه میکنیم، در حالی که اگر شما به مراکز مطالعاتی مراجعه بکنید به شما میگن که رودخانه کارون، رودخانه کرخه، اینها حجم میزان آبی که میتونن درش جاری باشه نهایتاً 1400 متر مربع در ثانیه است. یعنی اگر شما این رودخانه کارون رو خشک میکردید بعد اینا میتونستن 1400 متر مربع آب بریزن تو این رودخانه کارون، ولی وقتی رودخانه کارون خودش آب درش هست و بعد شما 1400 متر مربع دیگه هم برش اضافه میکنید در ثانیه، این نتیجه دیگری به جز همین فاجعه‌ای که شما میبینید نداره. این ناکارآمدی، عدم مدیریت و عدم اصولا توجه مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص مسئولان نظامی که در سپاه پاسداران این مسئولیت ها رو به عهده گرفتن، چه از قبیل جاده سازی، چه از قبیل خطوط راه آهن، چه از قبیل سد سازی، حتی تا باروری کردن ابرها. این واقعا تعجب آوره، یه نیروی که قرار هست بر اساس قانون اساسی یه وظیفه محدودی داشته باشه و فقط وظیفه‌ش هم حفظ نظام جمهوری اسلامی باشه و توسعه اون در سایر نقاط جهان، چگونه از خرید و فروش اجناس بر روی اینترنت که از همون دیجیکالا هست که این سازمان وابسته به سپاه هست، تا حتی سرمایه گذاران مافیای روسی درش هستن. زمانی که فرا برسه من پرونده های اینهایی که ما تهیه کردیم حتما در اختیار شما قرار میدن، تا بارور کردن ابرها، تا ساختن سدها، هم سدهایی که میمن جانه داره یه کاری انجام میده، هم سدهایی که باعث نابود شدن زیست بوم ایران شده، مثل سد گتوان که اون نمکی که داره وارد آب کارون میکنه نه فقط مزارع حاصلخیز خوزستان رو، بلکه اصلا زیست بوم خلیج فارس رو داره از بین میبره، تا سد کارون شمالی که اصلا آب آمد و تمام سد رو، کارگاه و همه رو با خودش برد. و اینها همه اخباری است که باز در توسط سازمان‌های خبری خود جمهوری اسلامی اینها پخش شده و در اختیار عموم قرار گرفته. اینها دست در دست همدیگه اسباب این شده که یک همچنین فاجعه‌ای رو شاهد هستیم. به علاوه این مسئولان محلی که در رده‌های بسیار پایین‌تر رژیم فاسد جمهوری اسلامی دارن خدمت می‌کنن و این مسئولان محلی بودجه‌های سالیانه‌ای که برای لایروبی جوب‌ها، برای لایروبی کانال‌ها و برای لایروبی پشت سدها در اختیارشون قرار گرفته بود، به دلیل عدم بارش باران در 4-5 سال گذشته تصمیم گرفتن که اینها رو در جیب خودشون بریزن و یا هزینه سازی بکنن و به حساب‌های خارج از کشور خودشون منتقل بکنن. این هم اسباب این شد که وقتی سیلاب یا باران سرازیر شد، هیچ کدوم از این جویبارها، کانال‌ها و یا سدها توانایی کنترل این آب رو دیگه نداشت. شما عکس بعضی از این روستاهایی رو که نگاه میکنید در لرستان و یا در خوزستان، این روستا از نقشه سرزمینی ایران اصلا پاک شده و وقتی نگاه میکنید میبینید سنگهای بزرگ یا قلب سنگهای به اندازه یک چرخ فرغون در اونجاست. این نشون دهنده اینه که تمام این کانالهای آب با خودش این سنگها و گلولای رو همه رو آورده که اینا قرار بوده پاکسازی شده باشه و به جای دیگه انتقال پیدا بکنه و چون این کار رو نکردن، این اومده بر روی سر مردم و خانه مردم قرار گرفته. اونم جناب رحیمی، مردمی که مثل من و شما حساب پسنداز بانکی ندارن، کردیت کارت ندارن که فردا بره مثلا رو کردیت کارتش برای خودش یه شیر خشک بخره که بخواد به بچهش بده و یا مسائلی که لازم هست خانم ها استفاده بکنن رو بره از داروخانه تهیه بکنه یا برای خودش یه دونه تکنانی بخره که بتونه سر سفره بذاره. اینا تمام زندگیشون، جناب رحیمی، اون
لونه‌شونه، خونه‌شونه که سقف بالا سرشونه، زیلوی زیر پاشون. هیچ چیز دیگری نداره. یا میرن در مزارع همسایه‌هاشون کار میکنن یا یه تکه زمین کوچکی که دارن تو همون اون یه چیزی میکاره. این زمین‌ها که همه از بین رفت. خانه‌هاشونه که همه تا سقف پر گل شده. اون زیلو و باش قاشق پشقاب و این چیزا هم که داشتن که همه آب با خودش برده. یعنی این مردم واقعا از هستی زندگیشون هیچ چیز دیگری براشون باقی نمون. و همین دلیل هست که در مرکز مطالعات ایران در کانادا با یک برآورد اولیه‌ای که ما کردیم به این نتیجه گیری رسیدیم. میزان خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی به مردم ایران بر اساس این سیلی که آمده امکان بسیار زیادی داره که از میزان خسارت اجتماعی اقتصادی جنگ 8 ساله ایران عراق بیشتر بشه. چون در زمان جنگ فقط 5 تا استان مرزی ایران با عراق دچار خسارت شدن. فقط 5 تا استان مردم مجبور شدن خانه زندگیشون رو رها بکنن و شهر رو ازش خارج بشن. الان شما در 28 استان مردم خانه زندگیشون رو رها کردن. در 28 استان مردم زمین های کشاورزیشون از بین رفته. فقط در استان خوزستان 500 هزار هکتار زمین های حاصل خیز و باغ‌ها از بین رفته. فقط در استان خوزستان. شما استان گلستان رو ما هنوز آمارش در اختیار نداریم. ولی این اخبار رو دارین که نماینده مجلس 4 ماه پیش آمده در مجلس میگه که آقا این سیلی که در سال 81 یعنی 17 سال پیش در گلستان آمد، شما هنوز اینا رو بازسازی نکردید، خسارت مردم رو ندادید، پس کی میخواد این کار رو بکنید؟ بعد از 17 سال و برای فقط یه استان گلستان. من نمیدونم با این مدیریت جهادی که این آقایون رهبران جمهوری اسلامی داره، با این وضعیت اقتصادی مافیایی که اینها در عرض این 3 دهه گذشته بعد از روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی در پیش گرفتن، با توجه به این تحریم اقتصادی که دولت امریکا برای حکومت اسلامی گذاشته، با توجه به اینکه تمام کارهای ساخت و سازی در ایران در قبضه دست سپاه پاسدارانه و اینک سپاه پاسداران هم در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته، این یعنی اینکه هر گونه همکاری توسط هر کسی، هر سازمانی یا هر ارگانی با سازمان ها یا ارگان ها یا افراد که مستقیما یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل میشن یک عمل کیفری محسوب میشه، یعنی جرم کیفریه. یعنی بر اساس اون دیگه فقط شما رو جریمه نمی کنه، شما حکم زندان می گیرید. این رو وقت اینا با این شریعت چگونه می خوان برن؟ از کجا می خوان پول بیارن برن این مردم رو تامین بکنن؟ با کدوم متخصصی می خوان برن این کارها رو انجام بدن؟ این واقعا من نمی دونم این رو چه کسی می تونه پاسخ بده. جناب جلدی، آنچه که مطرح میشه بر این هستش که به هر حال میبینیم که از یک طرف ناکارآمدی و سوء مدیریت، از طرف دیگه میبینیم که بروبری ابرها برحال فرمایشی بوده، یعنی که برنامه ریزی شده بوده. سوم از این ما میبینیم که در حال حاضر همچین چیزی میتونه یعنی رخ بده، یعنی که به جای اینکه بیان و ابرها رو بروبر بکنن، به گونه‌ای بروبر کردن که مردم رو در گل بذارن، یعنی حالتی ایجاد بکنن که مملکتی بحران مملکتی سوخته رو تبدیل به بحران زده بکنن و از این طریق مردم رو از اون خیزش ملی که در نظر داشتن به گل و لای بشونند. یعنی آیا این تز میتونه قابل قبول باشه که به این گونه به جای اینکه مردم رو درها رو سرکوب بکنن که از یک طرف 8 رول شبیر آوردن، زینبیون و فاطمین و غیره و اینها رو یه پای اختاپوس رو دارن میبرن از طریق برنامه هایی که استراتژی ترامپ هست، اونها رو سعی بر این داشته باشن که برای چرا باشون بجنگن،
یک بلایی مانند خشکسالی یا سیلزدگی میذارن که مردم رو از جای به جای دیگه بیان و منتقل بکنن و از این طریق سرکوبی هست، هم فیزیکی هم روانی و همانی که گفته میشه به هر حال از نظر سایکو وار، یعنی یک جنگ روانی میندازن که در این میون هم مسئولیت پذیری افراد مسئول رو نداریم و کمک خارجی که باید باشه که ما بیشتر بحران‌ها رو که ما می‌دیدیم به روی خصوصی سازی می‌رفت از این بحران‌ها، یعنی از این بحران هم اینها خواهند ساخت، یعنی میلیاردها میلیارد دلاری که وارد کشور خواهد شد رو قبضه خودشون نکنند، بلکه از این بحران نیز بحرانی دیگر خواهند ساخت. نظر شما بفرمایید در چند دقیقه کوتاه. جناب رحیمی، در واقعیت این هست که این عدم تخصص سپاه پاسداران در باروری ابرها و بعد کنترل این میزان باران و همچنین سیلاب ها یه امری است که بر همه ی آشکاره. سپاه پاسداران تخصص یک چنین کارهایی رو نداره، این کارها توسط سازمان ها و شرکت های فوق تخصصی انجام میشه، نه اینی که 4 نفر نیروی نظامی رو که اونم تخصص در سپاه پیدا کرده بفرستن بره ابر اینها بارور بکنه. واقعیت اینه تخصص سپاه در بارور کردن ابر به اندازه همون تخصصش در ساختن سدهایی که مثل گتوند و این سد کارون 4 نتیجهش اون بود، یا جاده هایی که ساخته که الان با یه آب که اومده این جاده رفته، یعنی این جاده زیر ساخت اصلا نداشته، همینجوری روش شن ریختن بعدم آسفالت ریختن روش گفتن ما جاده ساختیم، یا اون خطوط راهنیه که خودشون بعد اومدن مجبور شدن برن منفجرش بکنه. اینا تخصصاشون در این حده و تخصص اینگونه یک زمانی شما قصر در میبری نتایج سالها بعد نشون داده میشه، یه موقعی هم مثل همین الان همون 2 روز بعد نتیجهش نشون داده میشه و بعد همه به دنبال این میفتن که کی بود که بود، من نبودم و اگه شما ها نبودید پس کی بود. من فکر میکنم که مردم ایران کاملا به این مسائل آگاهی دارن، ولی جدا از اون عدم تخصص سپاه در باروری ابرها و کنترل میزان بارندگی که نتایج فاجعه باری به بار آورده، همزمان بودنش با فصل باران های بهاره که میزان آب رو فراتر از میزانی که اصلا اینها میتونستن کنترل بکنن کرده، به علاوه این که به دلیل اینکه تقابل مردم در استانهای بسیار حساس ایران با نیروهای امنیتی به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده، یعنی در اصطلاح علوم سیاسی به این no return point میگن، این یک مفهوم خاصی داره وقتی میگن به نقطه غیر قابل بازگشت، اینها چنان به وحشت افتادند که مجبور شدن برن نیروی کمکی خارجی بیارند، هم برای ایجاد وحشت در بین مردم و هم برای اینکه زمانی که لازم بود اینها بتونن در کنار نیروهای امنیتی مردم رو سرکوب بکنن. ولی نیروی 8 شبی عراق که نیروی خدمات درمانی نیست که، شما چرا به جای اینکه هلال احمر عراق رو نیروشو بیاری رفته 8 شعبی آوردی؟ مگه کشور عراق نیروهای هلال احمر نداره که بعد شما بری نیروی 8 شعبی فرماندهان سپاه قدس رو برداری بیاری؟ این دیگه بر همه آشکاره که شما برای ایجاد ترس در بین مردم داری این کارو میکنی. ولی نکته جالبش اینه همین اینا که ما داریم با هم صحبت میکنیم الان 2 روزه شهرهای بزرگ در استانهای لرستان و خوزستان بچه‌ها در خیابان‌ها تظاهرات میکنن و حتی مردم محلی از این ماشین‌های عراقی و که مال 8 شعبی این هست فیلم برداری میکنن و چون اینا بعضیشون عرب زبانن به زبان عربی به اینا میگن برید گم شید. جوانای عرب زبان استان خوزستان به نیروی 8 شعبی میگن برید گم شید، شما اینجا تو مملکت ما چی میخواید، ما به کمک شما احتیاج نداریم، برادران دیگر ما از سایر استان‌ها میان به ما کمک میکنن، ما احتیاج نداریم شما بیاید به ما کمک بکنید. یعنی اونها خودشون متوجه این مسائل
هستن و این مسئله‌ای که شما می‌فرمایید خیلی حساسه. در زلزله‌ای که بود به هر حال آشکار بود که ارتش ایران جدن اشک رو به چشم یکایی که ایرانیان آورد که ارتش به چه گونه پا به پا و شانه به شانه مردم در استانهایی که در اون زلزله اومده بود داشتند کمک میکردند. جدن باور نکردیم بود در کردستان در کرمانشاه و دیدیم این افراد غیور. من الان دارم صحبت میکنم ممکنه خودم تحت تاثیر قرار گرفته باشم که این رو دارم برای شما دارم تعریف میکنم. یعنی تا اندازه بود که وقتی که از پنجره ماشین به یک ارتشی میگفتند که قربون اون غیرت ارتش، همون ارتش دوران شاهنشاهی که ممکنه با وجود اینکه اسلام زده شده باشن، خود اون فردی که ممکنه در جنگ ها جنگیده بود اشک در چشش جمع می شد. یعنی که ببینید تا چند اندازه ما مردم ایران هر جایی که هستیم جدن اون تواضع و فروتنی خاص خودمون رو داریم، هیچ وقت سر به جنگ و قیام نداشتیم. حالا به هر حال دورانی رو در پیشینه نیاکان خودمون از بابک خرمدین گرفته ابو مسلم خراسانی و غیره ما یافت می کنیم که به این گونه عمل کردند، قیام کردند در مقابل یک تبحش تازیان. ولی امروز ما به چه گونه میتونیم افرادی که در خارج کشور نمیتونن کمک برسونن، تهران جلس و بلندگوهایی که خبررسانی هستن و غیره میبینیم که در دست افرادی هستش که به اون گونه که باید ایرانگرایی را به پیش ببرن عمل نمیکنن. از طرف دیگه خود مردم ایران در این گلولای ماندن و آنچه که در شورش 57 بوده رو امروز ما میبینیم چه پیامدهایی رو داره. اگر کوتاه بفرمایید که مردم ایران یعنی فردای ما به کجا خواهد انجامید، کوتاه بفرمایید. چون شما مسئله کمک‌های مردمی و مسئله تهران جلس رو مطرح کردید، من اینو فقط خیلی کوتاه عرض بکنم که بسیاری از مردم وطن پرست که در خارج از کشور هستند، اینها دارن با نماینده های مجلسشون و با رؤسای دولتشون صحبت میکنن که بتونن مجوز حتی محدود بگیرن که بتونن کمک های نقدی جمع آوری بکنن، چون ارسال کمک نقدی خیلی راحت تر هست تا اینی که شما دارو یا غذا اینجا تهیه بکنید یا بخواید بفرستید. که متاسفانه باید اینجا به شما عرض بکنم مقامات جمهوری اسلامی به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مستقیماً اظهار کردند که از پذیرش هر گونه کمک نقدی توسط ایرانیان خارج از کشور خودداری می‌کنند و اجازه ورود گروه‌های امداد پزشکی را هم به داخل کشور نمی‌دهند. یعنی ما به دنبال این بودیم که هم کمک نقدی جمع بکنیم و در اختیار گروه‌های خیریه، نه سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی، بلکه گروه‌های خیریه قرار بدیم در ایران که برن به مردم صدمه دیده کمک بکنن و همین که گروه‌های امداد تشکیل بدیم و اینها رو به ایران بفرستیم که اعزام بشن در اونجا و بتونن کمک بکنن. متأسفانه دولت جمهوری اسلامی از انجام هر دو این موارد جلوگیری کرده. در مورد ایرانیان دیگری که فرض فرمایید مثلا در امریکا هستن، واقعا اینها همه ایران دوست هستن. من مثال عرض میکنم که در همین هفته من خودم تجربهش داشتم. خانم رخسانا صابری که خبرنگاری بودن در ایران بودن، در زمان خاتمی دستگیر شد، زندان رفت. بسیاری از ایرانیان تلاش کردند، خواهش کردند از نمایندگان مجلسشون که به ایران فشار بیاره این خانم آزاد بشه. چون هم آزاد شد و برگشت دوباره به امریکا پهلوی خانوادهش. با اینکه این خانم در فیسبوکش در مورد مسئله سیل بر صورت مطالب رو گذاشته بود، ولی در توییتر این کار رو نکرده بود و من چون در فیسبوک فعال نیستم، در توییتر من دیدم که مثلا از خانم رخسانا صابری مطلبی نیست. من به ایشون یک تذکر دوستانه فرستادم که ایرانیان که همه به شما کمک کردن و شما رو دوست دارن و کتابای شما رو میخرن، چرا شما هیچ مطلبی در مورد سیل نذاشتید؟ به قدر این خانم به صورت مؤدبانه و واقعا به صورت انسانی هم پوزش خواهی کرد از اینکه این مطلب رو توجه نکرده و همین که
سریعاً بلافاصله در توییترش این مطالب رو گذاشت و به زبان انگلیسی هم گذاشت، چون انتظاری که من شخصا مثلا از این دوستان خبرنگار داشتم این بود که چون اینا به زبان انگلیسی پست میذارن، در نتیجه افکار عمومی خارجی ها هم اینو متوجه میشه، چون ما این مشکلی داریم، این مدیاهای خارجی این اخبار رو پوشش خبری نمیده. این نشون دهنده اینه که ببینید تمامی افرادی که ایرانی هستن عاشق ایرانن، هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. ولی این نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی که جلوی کمک‌های مردمی رو می‌گیره، اونها که میونه وسط جاده ایست بازرسی می‌ذارن، کمک مردمی رو دستشون در میارن، می‌برن تحویل نیروهای امنیتی میدن، نمی‌ذارن که کمک‌های مردمی برسه، یا به ماها که از خارج می‌خوایم کمک بکنیم جلوگیری می‌کنن. بنابراین مردم داخل ایران به خوبی می‌دونن، نیازی نیست که ما بگیم، که همه ایرانیان خارج از کشور قلبشون برای اونا میتپه و خودشون رو در کنار اونا احساس میکنن و هر کاری از دستشون برگیاد براشون انجام میدن. اما آینده چه رقم خواهد خورد؟ من آینده بسیار سختی برای جمهوری اسلامی و به خصوص این گروه ها و سازمان های مافیایی داخل جمهوری اسلامی میبینم. توصیه دوستانه من به تمامی اینها این هست که به صورت دوستانه وضعیت خودتون رو بپذیرید. دلتون نگران آینده خانواده هاتون هست، آینده بچه هاتون هست، خودتون به صورت دوستانه بیایید و کمک بکنید انتقال نیرو انجام بگیره. کاری نکنید که مردم ایران ناگزیر از این بشن که با زور این حکومت رو براندازی بکنن. خودتون بیایید و برکنار بکنید خودتون رو و مطمئن باشید که مردم هم همیشه بخشش بسیار زیادی داشتن و شماها رو جنایت هایی که کردید نخواهند فراموش کرد، ولی خواهند بخشید. اما اگر شما بخواید همچنان به سرکوب مردم ادامه بدید، در اون صورت مردم راه دیگری به جز براندازی شما نخواهند داشت و زمانی که براندازی انجام بشه من واقعا نمیدونم اون وقت شما از کدوم یکی از مردم میتونید انتظار داشته باشید که یک پناهگاهی رو در خونش یا در زیر زمین خونش بتونه در اختیار شما قرار بده که شما بتونید جان خودتون رو حفظ کنید. با سپاس از جناب جلیت از وانکوور و جدن قلب یکایی که ایرانیان با مردمان ایران هستش در سراسر ایران که در حال حاضر با این مسئله سیل زدگی بعد از زلزله زدگی ما داشتیم روبرو هستند، به هر حال به خاطر تحریم های اقتصادی در حال حاضر در علیه ایران داره اعمال میشه، هم از نظر اینه که القدس و سپاه پاسداران رو زیر سوال بردن، اونا به عنوان گروه تروریستی مثل حزب الله و حماس مینامند، یعنی راه دیگه ای نمونده مگر اینکه مردم ایران به پا خیزن و این خیزش مردمی رو به انجام رسن. با سپاس از جناب بهمن جلی که با ما بودید، من مهداد رمی از پادیابند بار دیگر بدرود میگویم تا درود دیگر تا برنامه دیگر پاینده ایران. بایدن بدرود میگم به تمامی ایرانیان عزیز مقیم در اسرائیل، عزیزان اسرائیل که دلشون برای مردم ایران میتپه، نگران مردم ایران هستن، شما و تمام بینندگان بدرود تا درودی دیگر.